حتما این ضرب المثل رو شنیدید که میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. مصداق این ضرب المثل در قرآن چیزی هست به نام توبه. خداوند میفرماید فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. یعنی هر کس که توبه بکنه و بعد از توبه اصلاح بکنه و جبران بکنه گذشته خودش رو، قطعا خداوند توبه او رو میپذیره. چرا؟ چون خداوند ان الله غفور رحیم، آمرزنده مهربان هست. عزیزان در توبه دو تا اتفاق میفته: یک، بازگشت ما به خدا; دو، بازگشت خدا به ما. ما به واسطه گناهان بین ما و خداوند فاصله میفته و به وسیله توبه این فاصله برطرف میشه و باز میگردیم به خدا. این توبه ما به خداست و یه توبه‌ای هم خدا به ما داره و یک بازگشتی هم خدا به ما داره. یعنی لطف خدا به ما باز میگرده، قهر خدا از ما برداشته میشه، مهربانی خدا دوباره به ما برمیگرده و توبه ما رو خداوند متعال میپذیره. همینطور که در این آیه هر دوتاش رو مطرح کرده، فرماید فمن تاب من بعد ظلمه، یعنی یک، تو توبه کن تا بعدش ان الله یتوب علی، تا خدا هم به تو توبه بکنه. عزیزان توبه ترمزی هست که انسان در سراشیبی گناهان غوطه‌ور نشه. توبه شروع مجدد هست، فرصت مجددی هست. همونطور که در روایات فرمودن انسانی که توبه حقیقی میکنه مثل زمانی که از مادر متولد شده بدون گناهه و خیالش راحت باشه. توبه شروع از صفره و حتی بالاتر از صفر. چرا؟ چون خداوند متعال مژده بسیار مهمی به همه توبه کنندگان حقیقی میده. میفرماید إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني هر کس که توبه بکنه و ایمان بیاره و باورهای خودش رو تغییر بده و تقویت بکنه و عمل عملا صالحا و عمل صالح انجام بده، یعنی جبران گذشته رو انجام بده، این فرد یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا بدیهای این افراد رو تبدیل به خوبی ها میکنه. چرا؟ چون خداوند غفور و رحیم هست. چه مژده زیبایی! یعنی با توبه نه تنها انسان از صفر شروع میکنه بلکه بالاتر از صفر. هر بدی که انجام داده، هر گناهی که انجام داده، اون گناهان تبدیل به حسنات میشه. یبدل الله سیئاتهم حسنات. چقدر زیبا، چقدر امیدوار کننده. البته که این توبه شروطی داره. سه تا از مهمترین شروط توبه چیه عزیزان؟ ببینید در دنیا اگر کسی در حق کسی ظلم بکنه و یک بدی در حق کسی بکنه و وقتی پشیمان بشه میره سراغش، سه تا کار رو انجام میده. کار اول، میره پیشش میگه منو ببخش، من نسبت به گذشته خودم پشیمانم و من اشتباه کردم. و دو، در مورد آینده هم بهت قول میدم دیگه چنین اشتباهی رو تکرار نکنم و چنین ظلمی رو در حق تو مرتکب نشم. و سه، قول میدم گذشته خودم رو جبران میکنم، ظلمی که در حقت کردم رو جبران میکنم. هر کدوم از این ستا نباشه احتمالاً اون فرد عذرخواهی فرد ظلم کننده رو نپذیره. یعنی اگه بره پیش طرف و بگه منو ببخش اما کار خوبی کردم اگر در حقت ظلم کردم در گذشته، یعنی از گذشته خودش ابراز پشیمانی نکنه، اونو نمیبخشه. یا اگه بره پیش طرف و بگه من در گذشته اشتباه کردم اما اگر بازم پیش بیاد چنین کاری رو انجام میدم در حق تو، بازم نمیبخشه. یعنی وعده و تعهد نسبت به عدم تکرار این ظلم در آینده. یا اگه بره بگه نسبت به گذشته خودم پشیمانم و در آینده هم چنین کاری رو تکرار نمی کنم اما نسبت به ظلمی که در حقت کردم هیچ جبرانی انجام نمیدم، باز ممکنه اون رو نبخشه.
خداوند متعال هم میگه اگه اومدی پیش من سه تا کار انجام بده. یک، نسبت به گذشته خودت پشیمان باش و نسبت به آینده خودت هم وعده بده که دیگه چنین کاری رو، چنین ظلمی رو در حق خودت یا در حق من خدا یا در حق بنده های من خدا تکرار نکنی. و سه، قول بده گناه یا ظلمی که انجام دادی رو جبران بکنی، گذشته خودت رو اصلاح بکنی. همین که قرآن میفرماید فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح، اصلاح بکنی. اگر این سه شرط بود، توبه تو نه تنها پذیرفته است بلکه گناهان گذشته تو تبدیل به حسنات و خوبی ها میشه. چه مژده ای از این بالاتر عزیزان. بشه تابیم به سمت چنین فرصتی که خداوند برای ما قرار داده و یک روز هم که هیچ، حتی یک ساعت هم چنین فرصتی رو از دست ندیم و بعد از این ویدیو بریم نسبت به گناهان کوچک و بزرگ خودمون، چه در حق خودمون، چه در حق خداوند، چه در حق دیگران توبه بکنیم و بعد از توبه اون رو اصلاح کنیم و وعده بدیم به خداوند که چنین کار رو دیگه تکرار نمی کنیم و بعد از اون خیالمون راحت باشه نه تنها توبه ما پذیرفته است بلکه بدی ها و گناهان ما تبدیل به خوبی ها شده. منتظر ضرب المثل بعدی باشید. با قرآن زندگی کنیم.